سلام، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. میخوام توی این ویدیو بهتون یاد بدم چجوری یه دونه VPN سرور شخصی داشته باشید. توی این روشی که بهتون یاد میدم نیازی به دامنه ندارید، نیازی به پرداخت پول ندارید اون اولش، و میتونید تا یک ماه استفاده کنید با این روش. بعدش اگه دوست داشتید ادامه بدید، میتونید پول اون سروری که اجاره کردید و پرداخت کنید. خب چی کار میکنید؟ از اول از 0 تا 100 این موضوع رو من میرم. شما وارد گوگل بشید، بزنید هتسنر. هتسنر رو که زدید hetzner.com میاد اینجا. وارد سایتش که میشید، الان میخوایم یه دونه سرور در واقع اجاره کنیم. خب اینجا که اومد روی لاگین بزنید. این سایت برای شما فیلتر نیست و راحت میتونید استفاده کنید. توی این قسمت شما اول وارد ریجستر ناو بشید، ثبت نام انجام بدید، براتون یه دونه ایمیل میاد. ایمیل رو تاییدش رو بزنید و وارد همین صفحه‌ای که من الان میشم میشید. توی این قسمت که وارد شدید اینجا روی این میزنید و روی کلود میزنید. من سعی میکنم خیلی ساده توضیح بدم که همه عزیزان بتونن این کار رو انجام بدن. روی نیو پروژکت میزنید، یه دونه اسم براش تعریف میکنه. اگر نمیتونستید پروژکت بسازید، بهتون یه پیغام میده که باید وریفای کنید. وریفای انجام بدید و بعد میتونید این کار رو انجام بدید. روی اد سرور بزنید. اینجا هر کشوری که دوست دارید انتخاب کنید. من هم میذارم پیش فرض فنلاند بمونه. اوبنتو 20 نصب کنید. میاد پایین. حداقل کانفیگ 30 تا 50 نفر تو همین حداقل کانفیگش اوکیه و جواب میده. به پول ما هم با مثلا یه سایت های مثل ایرانی کارت اینا پرداخت کنید 220 تومن حدود میشه که در پایان ماه ازتون میگیره. خب بعد اینکه این سرور رو میسازید، براتون یه دونه ایمیل میاد که میگه شما یه سرور ساختید. روش کلیک میکنید، وارد در واقع این ایمیل بشید، یوزر پسورد و اینا رو براتون نوشته. خب توی راه بعدی الان ما باید به این سروری که ساختیم که سیستم عاملش اوبنتوه نصب وصل بشیم. خب چجوری وصل شیم؟ راه های مختلفی دارید واسه وصل شدن، ولی واسه بچه هایی که تو ایرانن این بهتر راهیه که بهتون میگم. شما میتونید آنلاین این کار رو انجام بدید. وارد گوگل بشید، بزنید SSH online terminal. سرچ که میکنید دنبال این سایت باشید، روش کلیک کنید. اینجا روی اینجایی که نوشته SSH کلیک کنید، وارد این صفحه میشید. اینجا روی ترمینال SSH کلیک کنید. از شما اینجا آدرس سرورتون رو میخواد، همون ایمیلی که براتون اومده آدرس سرور توش هست، کپی کنید و اینور پیست کنید. بچه شما همین کار رو میتونید با موبایلتون هم انجام بدید، سخت تره ولی خب میتونید انجام بدید. اینتر میزنید، اینجا اینتر میزنید، یوزر رو روت مینویسید، اینجا تایپ میکنید yes. اینجا پسورد ازتون میخواد که توی ایمیل باز پسوردتون هم هست، این پسوردتونه. کپی کنید، اینور پیست کنید، اینتر بزنید. بهتون پسورد نشون نمیده اینجا ولی پیست کرده. اینتر بزنید. هستر یه بار دیگه پسورد اینجا ازتون میگیره، پسورد رو وارد میکنید. حالا یه پسورد جدید بهش میدید، اینتر میزنید، دوباره پسورد جدیدتون رو تایپ میکنید. بهتون نشون نمیده اوکیه، داره تایپ میکنه، اینتر میزنید. خب درست باشه، وارد این قسمت میشید. خب اینجا که وارد شدید اول میزنید apt update. من لیست دستوراتی که وارد میکنم و توی دیسکریپشن یا توی فایل تکست جدا براتون میذارم، نگران نباش. پس اول این دستور رو میزنید، بعد میاد این دستور رو میزنید، upgrade رو میزنید. کپی بیس میکنم، منم نگید چرا تایپ کرد. خب اینجا وای میزنید. اگه چیز توی آپدیت و آپگرید ازتون پرسید که یس و نو بود، یس بزنید. اوکی برید جلو. خب
امیدوارم تا اینجاش براتون سخت نبوده باشه. حالا این دستور یکی رو میزنین، میخوایم بریم یه چیزی رو ویرایش کنیم. حالا مهم نیست بدونید که چی هست، دستور رو بزنید وارد این قسمت بشید، فلش پایین رو بزنید، بید آخر آخر این فایله. آخر این فایلی که رسیدید دو خط کده، اینو کپی کنید کامل و توی این قسمت اضافهش کنید. روی الان کنترل ایکس بزنید، وایو بزنید و یه دونه انتر کنید. بی بی آر روش فعال شده. حالا واسه اینکه بخواید چکم کنید میتونید از این دستور استفاده کنید. دوست هم نداشتید میتونید چکم نکنید. اینجا واسه تون می نویسه که این موضوع هستش. خب میریم مرحله بعدی و مرحله آخر. شما این چند خط رو کلن با هم کپی کنید و نصب SSR اینجا یه دونه انتر میکنیم و همین راحتی انجام میشه. خب الان بهتون میگه که یه پسورد مشخص کنید، من همین دیفالتش میذارم، پس یه دونه انتر میکنم. اگه شما خواستید میتونید تایپ کنید. بهتون میگه پورت بزنید، 7050 بزنید، حالا چراش و این چیزا اینا رو کنن، هر چیز دیگه هم میتونید بزنید. توی این قسمت شما اینو باید انتخاب کنید، یعنی گزینه 8 رو 8 میزنید انتر. توی این قسمت چاین A انتخاب کنید، یعنی 5. توی این قسمت HTTP سیمپل انتخاب کنید، یعنی 2 انتر. خب توی این قسمت یه دونه انتر بزنید، شروع میکنه به نصب کردنش. خب اینجا خروجی که اومد اینا رو باید کپی کنید، اینو کلا کپی کنید چون کل اطلاعات که نیازش داریم همینه. این خروجیه که به شما داده. من میام اینجا اضافهش میکنم. خب الان شما چه با گوشی، چه با ویندوز، چه با iOS، با iOS میتونید از فیر وی پی ان استفاده کنید، با اندروید لینکشو میذارم، اسم برنامه هایی که میتونید استفاده کنید من پایین این فایل براتون میذارم. توی سرچ گوگل مجدد وارد شید، اینجا بزنید SSR Windows GitHub، انتر کنید. این لینک اولی که براتون میاد واسه GitHub روش کلیک کنید. خب توی این قسمت بیاید این پایین که نوشته ریلیز اینجا کلیک کنید، بیاید پایین تر. واسه ویندوز 64 بیتی این اولیه رو میتونید دانلود کنید. حالا من قبلا دانلودش کردم ولی دوباره دانلود میکنم که ببینید به چه شکلیه. اون فایلی که دانلود کردید رو اکسترکت میکنید و به این شکل بهتون نشون میده. روش کلیک میکنید، اجرا میشه، روی فایل میزنید، نیو رکورد. خب الان اون فایل در واقع اون کانفیگی که بهمون داده مهمه که بدونیم چی هست چی نیست. اینجا هر اسمی دوست داشتید میتونید بذارید، سرور آدرس اینو کپی میکنید، پورت، پسورد، خب اینجا اینو روی این میذارید، این قسمت رو روی چاین ای میذارید و این قسمت رو روی HTTP سیمپل اوکی میکنید. خب الان تیکش رو بزنید، اینجا ران بزنید، وصل میشه. خیلی هم راحت وصل میشه، سرعت فوق‌العاده ای هم داره. شما اگر روش کلیک راست کنید و ویو کیو آر کد بزنید میتونید با برنامه اندروید یا iOS همین رو اسکن کنید، میتونید کلیک راست کنید، کپی یو آر ال تکست بزنید، همون آدرسی که از بقیه جاها میخریدید بهتون میدادن و همون رو بهتون میده. یعنی حالا به صورت نمونه نشونتون میدم که با SSR شروع میشه. کار ما تمام شد، استفاده کنید، لذت ببرید. اگر سوالی داشتید میتونید زیر هم ویدیو از این بپرسید.
امیدوارم که ساده توضیح داده باشم. دوست داشتید، حال کردید، میتونید از من حمایتم کنید. موفق و پیروز بشید.